بچه ها، حالتون چطوره؟ فری هستم و خوش اومدید به این ویدیو. بچه ها، من امروز اومدم که با هم دیگه یه سری کارا انجام بدیم که ما رو از روزمرگی هر روز و اینا در بیاره و یه سری کارا کنیم که شاید توی روز خیلی کم پیش بیاد که اونا رو انجام بدیم و یا شاید انقدر مشغله روز ما رو درگیر میکنه که اصلا یادمون میره که این کار رو انجام بدیم یا اصلا یادمون رفته که همچی چیزایی هم وجود داره. و من امروز اینجا هستم که با هم دیگه کلی خوش بگذرونیم. شایدم شما این چیز اصلا براتون مهم نباشه، ولی من یه سری چیز برای خودم آوردم، میخوام بهتون نشون بدم. با هم دیگه خورده حرف میزنیم و یه خورده با هم دیگه وقت میگذرونیم، قراره که با هم دیگه حرف بزنیم و یه خورده از این مشغله های این روزا که خودتون میدونید چه خبره دور میشیم. پس هر چیز خب بچه ها، من الان تقریبا یکی دو هفته این میشه که اومدیم توی خونه جدیدمون. این اتاق جدید منه، همونجور که میبینید اصلا دکورم عوض شده. واسه همین خیلی درگیر بودم، حدود 9 الی 10 روزه که ویدیو نذاشتم. حالا جدا از اون که اعصاب کشی هم داشتیم، یه سری مشکلات بود که خب خیلی سخت بود برام. یعنی یکی از سخت‌ترین و بدترین و ناراحت کننده ترین هفته های عمرم رو داشتم. امروز اومدم که کارهایی که من توی این یکی دو هفته که خیلی حالم خوب نبود انجام میدادم رو بهتون نشون بدم که شاید شما هم الان توی این وضعیت باشید، شاید این وضعیت رو گذرونده باشید. خب حالا میخوام یه سری چیزا بهتون نشون بدم که من توی این چند روز انجام میدادم، خیلی 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 توی حالم تاثیر میذاشت. اولین کاری که خیلی خوب بود خوندن این کتاب بود، The Course of Love، برای آلین د باتنه، فکر کنم اگه اشتباه بخونم اسمشو، چون من خودم خیلی از اونه نیستم که کتاب بخونم و اینا، ولی خب این کتاب رو خریدم. الان تقریبا تا اینجا که علامت زدم زبون اصلی هم خوبه واقعا، راجع به مسیر عشق و اینجور چیزا داره حرف میزنه، راجع به یه دختر و پسرن که از نوجوانی با هم آشنا میشن. و ولی خب کتاب قشنگه. تا اینجا خیلی به من کمک میکرد، من روزی دو سه تا صفحهشو میخوندم که حالم خوب کنه، حالمو از اون فکر و خیالی که دارم بیارتم بیرون، میآوردم واقعا بیرون. حالا شما میتونید هر کتابی که بهتون حس خوب میده رو ببینید بخونید. من کلا کتاب، فیلم، آهنگ، هر چیزی که ژانر عاشقونه داشته باشه خیلی دوست دارم. این از این. دومین کاری که میکردم این بود که خب من کلن یه عادتی دارم، فکر کنم از کلاس اول یا دوم بود، من کلن نوشتن رو خیلی 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 زیاد دوست داشتم. یعنی معلمم همیشه با مامانم میگفت که من قراره یه نویسنده بشم، ولی خب نشدم. تا اینجا که حداقل نشدم، ولی خب خیلی متن می نوشتم، خیلی داستان می نوشتم، خیلی اتفاقای کلا بر خودم می افتاد می نوشتم و اینا. ولی خب تا اون موقع که بچه بودم نمی دونستم چه خبره. بزرگتر که شدم، مثلا تقریبا یکی دو سال پیش، شروع کردم به اتفاقایی که برام می افتاد، چه خوب چه بد، رو برای خودم می نوشتم. دفتری که تازه گرفتم، دفتر مشق بوده مال اون موقع که برداشتم، یه سری آخرش اونجوری برگه خالی داشته، تو اون الان دارم می‌نویسم. دفتر قبلیم تموم شد، واسه همین دیگه الان رفتم هر جور شد یه دفتر پیدا کردم که فقط توش بنویسم. من هر اتفاق خوب یا بدی برام میفته رو توی می‌نویسم. اول اینکه اتفاقای خوب که برام میفته، اتفاقای خوشحال کننده، مثل قبول شدن توی مثلا یه مدرسه خوب، قبول شدن توی دانشگاه خوب، اول از هر چیزی میرفتم برای خانواده‌ام میگفتم، میرفتم برای آدمای مهم زندگی میگفتم و بعد میومدم داخل یه دفتر مینوشتم که یه حس خیلی خوبی به آدم میده، میدونید. ولی خب از دید بقیه کلا یه آدم درونگرام که خیلی با بقیه حرف نمیزنم، ولی خب واقعیتش اینه که من اتفاقی، مخصوصا اتفاقی بدی که برام میفته رو، یعنی 80-90 درصدشون رو به کسی نمیگم و توی دفتر مینویسمش. حداقل یه جوری میشه که من دارم با یکی حرف میزنم، ولی خب اون آدم نمیتونه منو قضاوت کنه، نمیتونه راجع به من حرف بزنه، بگه که آره نه تو اشتباه کردی یا تو خوب کاری کردی یا مثلا فلانه چرا اینجوری بود فلانه اینجوری بود. خیلی کمک میکنه به شما. هم حتما امتحانش کنید اگه تو وضعیت خوبی نیستید یا اگه توی وضعیت خوبی هستید و یه اتفاق خیلی خوب براتون میفته، خیلی هیجان زده میشید و اینا، میتونید حتما حتما توی دفتر بنویسینشون
خیلی حس خوبی به آدم میده. مطمئن باشید که پشیمون نمیشید و میگید که آفرین فری گیمز، ممنونم. خب سومین کاری که انجام میدم من همیشه وقتی که ناراحتم یا زندگی خیلی روزمره، یعنی خیلی یک نواخ شده، اینه که میرم آلبوم عکس بچگیامو نگاه میکنم. این آلبومو یکی از دوستای کلاس 4م یا 5م بود فکر کنم بهم داد، اینو خیلی دوستش دارم. خب تو این آلبوم من هر چی که عکس از بچگی و تا فکر کنم تا آخرین باری که عکس چاپ کردم، یعنی تو گوشی دیگه مثلا نبود و اینا، تا آخرین عکس مدرسه کلاس 6م بودی فکر کنم، تا اونجا رو داخل این آلبوم گذاشتم. میشینم نگاهش رو میکنم، میشینم کلی راجع به اون روزایی که عکس گرفتیم، به غیر از روزای نوزادیم که یادم نمیاد، مثل این نشونتون بدم. این عکس نوزادی منه، خیلی ریزه بودم، فکر کنم 1 الی 2 هفتم بوده، اونجوری که مامانم اینا برام تعریف کردن اینجا 1 الی 2 هفتم بوده، به غیر از این روزه که یادم نمیاد. ولی خب از اینجا به بعد که این خواهرمه، اینم منم، لباس نارنجی منم، از اینجا به بعد یادمه و هر اتفاقی که افتاده موقعی که داشتم عکس میگرفت. و خب خیلی حس خوبیه که بشینی این عکس ها رو نگاه کنی، ورق بزنی و اون خاطرایی که اون روزا بعد اتفاق بودن، مثلا این اولین روزی بودی که من دوچرخه داشتم، یعنی دوچرخه بابا من رو خریده بود، دوچرخه نبود، سه چرخه بود. درسته ما میتونیم عکسامون رو بریزیم توی این گوشی، حالا شاید پیش خودتون بگین خب عکساتو بریز تو گوشی یا توی کامپیوتر توی لپتاپ، ولی خب تو نگاه کردن به عکس داخل آلبوم و قاب عکس و اینا خیلی حس خوبه من حداقل میده. کار بعدی که من انجام میدم اینه که خب فکر کنم این یه خورده مربوط میشه به گیمرها. من یکی از صفحه‌هام اینه که میشینم راجع به بازی‌ها متن می‌نویسم. حالا یا اون متن‌ها رو تبدیل می‌کنم به ویدیو، براتون می‌ذارم ویدیو اولیه یوتیوبم که راجع به مثلا داستان زندگی لوبا، کاراکترهای اساسینز کرید والهالا، هر چیزی که تازه به تازگی با اون بازی آشنا بشم من راجبشون مینویسم. حالا یا میرم راجبشون تحقیق میکنم، اونا رو بر اساس ذهن خودم مینویسمشون. مثلا من اولین ویدیویی که راجب اساسینز کرید والهالا داخل یوتیوبم گذاشتم، هنوز والهالا رو بازی نکردم، اونم واقعا دوست داشتم که بازیش کنم. از اونجایی که رفته بودم گیم پلی‌هاشو دیده بودم، راجبش تحقیق کرده بودم و اینا، میومدم هر چیزی که راجب به بازی رو خونده بودم و مینوشتم، بعدم تبدیلش کردم به ویدیو و بعدم بازی رو خریدم و بازی کردم و اینا، و دیدم مثلا چقدر از اون تحقیقات، چقدر از اون گیم پلی هایی که دیده بودم داخل یوتیوب درست بودن، غلط بودن. خلاصه این که خیلی حس خوبیه به نظر من. شدم شما اینجوری نباشین، ولی من اینکه بشینم راجع به بازی ها بنویسم، اون چیزایی که تو ذهن خودم، اون چیزایی که خب مثلا من میشنم بازی میکنم، مثلا بازی سیستم شاک رو میشنم بازی میکنم، ولی خب کسی نیست که بشنم براش تعریف کنم بگم که آره سیستم شاک اینجوریه، خیلی ترسناکه، مثلا فضاش اینجوریه و اینا، میشنم توی برای خودم مینویسم یا ویدیوش میکنم شما هم ببینید، با هم دیگه احساساتمون رو شیر بدیم. حالا دیگه خیلی حرف نزدم، خلاصه که برید بنویسید راجبش، خیلی حس خوبی بهتون میده، به من که حداقل حس خوبی داد. بچه ها یکی دیگه از کارهایی که میشه انجام داد و خیلی حال آدم خوب میکنه دیدن فیلمه. یه قسمت مهم از زندگی فیلم دیدن، و حتما اون روز رو باید فیلم ببینم، یعنی اگه اون روز رو فیلم نبینم روزم روز نمیشه متاسفانه. نمیدونم میشه یه نوع معتاد یا نه، ولی خب واقعا یه حس خیلی خوب بهم میده. چند تا فیلم رو جدیدن دیدم، میتونم بهتون پیشنهاد بدم که حتما برید ببینیدش. یکی از فیلمه که دیدم The Shape of Water بود. این فیلمه عاشقانه بود، فانتزی بود، تخیلی بود. واقعا من این فیلم رو خیلی دوست داشتم و بهتون پیشنهاد میکنم که اگه این سبک فیلم رو دوست دارید حتما برید این فیلم رو ببینید. همش میگم ویدیو. خب بچه ها من خیلی با من گرم شد. خب بچه ها فکر کنم دیگه برای ویدیو امروز کافی باشه همینقدر. همین الان هم فکر کنم خیلی طولانی شد. امیدوارم که حوصله‌تون سر نرفته باشه. خوش بهتون گذشته باشه. و یه حرفی که مونده بود تو دلم که بهتون بزنم این بود که بچه ها اصلا اتفاقای بد و ناراحت کننده‌ای که براتون میفته رو هیچ وقت نذارید که توی آیندهتون براتون
کنترلتون کنه، یه جورایی اتفاقای بد گذشته توی آینده کنترلتون کنه و نذاره که پیشرفت کنید، نذاره که زندگیتون رو با خوبی و خوشی بگذرونید. مثلا من اتفاقی که برام افتاده بود، ناراحت شده بودم خیلی، این هفته حالم خوب نبود اصلا، نمیتونم بگم نه حالم خوب بود و اینا، اصلا حالم خوب نبود. اصلا نذارید که اون ناراحتی جلوی پیشرفتتون رو بگیره. خب بچه ها، امیدوارم که این ویدیو رو خیلی دوست داشته باشید. اگه دوست دارید که ویدیوهای اینجوری صحبت خودمونی و اینجور ویدیوها رو بذارم، حتما توی کامنت ها برام بنویسید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و برای حمایت از منم حتما سابسکرایب کنید. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی، فعلا بای بای.